درود بر شما. 25 مرداد ماه 1390 خورشیدی و 16 اوت 2011 میلادی. امشب میخواییم به اعدامهای دهه 60 در ایران بپردازیم. این روزها 30 سالگشت اعدامهای تابستان 60 است و 23 سال هم از اعدام هزاران زندانی سیاسی سال 67 میگذره. چرا اعدام شدند؟ چقدر این اعدامها شرعی و قانونی بوده است؟ و دادخواهان به کجا رسیدند؟ بگذارید شماره تماس با برنامه را اعلام کنیم تا در بحث امشب شما شرکت کنید. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. هیچ کس از شمار حتی تقریبی اعدام شدگان سال 60 خبر نداره. هیچ کس که عرض میکنم قطعا آمران و عاملان اون اعدام ها و مسئولان مستقیم اون اعدام ها خبر دارن، ولی هرگز دربارش صحبت نشده، علنی و منتشر نشده است. فهرست های منتشر شده که اساسا نام و نشان اعدام شدگان همه سال های حکومت جمهوری اسلامی در اون هست، ولی شمار اعدام شدگان سال 67 اعلام شده، هرچند متعدد و متفاوت از هم، از آیت الله منتظری در خاطرات ایشون گرفته تا مجامع و مراکز دفاع از حقوق بشر و سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت. اینجا گورستان خاوران است، بیابان محل گورهای بینام و نشان هزاران زندانی سیاسی که در دهه 1360 و عمدتاً تابستان 67 در زندانهای ایران اعدام شدند. واقع در جنوب شرقی تهران در ابتدای جاده تهران مشهد. به طور مشخص در بعد از 30 خرداد، یا آنگونه که میگویند آن کودتای 30 خرداد 60، تعداد زیادی از فعالین سیاسی سازمان‌های مختلفی که فعال بودند تا اون موقع بازداشت شدند. بیش از آن اولین سری اعدام‌ها در 25-26 خرداد ماه بود که تعدادی از زندانیانی که در قبل از زندان بودند اعدام شدند. هیچ گونه قانونی بر این امر نظارت نمی‌کرد. دادستانی انقلاب مرکز در تهران تحت ریاست آقای اسدالله لاجوردی مجموعه اقداماتی رو که لازم بود انجام میداد. همزمان با اعتراضاتی که در خیابان ها میشد، یک سری فتواها هم صادر شد، از جمله آن که در خیابان محارب و اگه بگیرن اعدام میکنن، که تعدادی هم اگر اشتباه نکنم در مهر ماه 1360 بعد از تظاهرات 5 مهر 60 حتی تعدادی رو در خیابان تیرباران کردن. اما در زندان ها هیچ رویه‌ای نبود. در دادگاه های چند دقیقه‌ای بعضی وقتا و حتی به عنوان هم که من خودم هم در آن روزها زندانی بودم، شاهد بودم که حتی دادگاه هم نبود. یعنی در می گرفتن و می بردن پشت بند 4 آن زمان در زندان اوین و اعدام می‌کرد. در دهه 60 به طور مشخص و حتی قبل از اونم دادگاه های انقلابی بودن که خود متهم هم اونجا تحت فشار قرار میگیره و گاهی اوقات با اجبار اعترافاتی میکرد، اون اعترافات منجر به اعدامش میشد. پس از اون سیستم قضایی و کامل در دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای تغییر دادن و اساساً قسمت دادستانی رو برداشتن.
اما در زندان اوین حکومتی دیگری هم بود. خود آقای لاجوردی یا دیگر بازجویان تشخیص می‌دادند چه کسی اعدام شود چه کسی نشود، ولی آقای لاجوردی کسی نبود که از آسمان به زمین اومده باشه. آقای لاجوردی با حکم رسمی آیت الله خمینی اونجا مأمور شده بود. این سیاست، سیاست نظام، سیاست عمومی یک حاکمیته. اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب در دهه 60 از اعضای شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی بود. او در اول شهریور 1377 در محل کسب خود در بازار تهران ترور شد. گفته می شود سازمان مجاهدین خلق مسئول این ترور است. برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق توبه کردند و در مقابل دوربین های رسمی علیه خود اعتراف کردند. خلاصون گفت چه اشکال ندارد تو بگی اینو یه 3-4 تا آیه پاهاش بزن به اصطلاح ایدولوژیش بکن به اصطلاح و بعد بدیم به بچه های پایین که چیزی ندارن الان فعلا یه چیزی داشته باشن تا بعدی. بعد از دنبال کردن یک چنین خطی، خط ترور گسترده مردم کوچه و بازار که اکثرا از مغازه‌دارها، بقال، لبنیاتی، نجار و یا کارگر ساده و مستضعف‌ترین اقشار جامعه هستند، به عنوان تنه نظام ازشون یاد میکنه. در 27 تیر ماه 1367 ایران قطعنامه سازمان ملل متحد برای آتش بس با عراق را پذیرفت، اما تنها 3 روز پس از پذیرش قطعنامه 598 عراق به جنوب ایران حمله کرد. اندکی بعد مجاهدین خلق نیز از درون خاک عراق به غرب ایران حمله کردند. پس از چند روز درگیری در نهایت ارتش ایران پیروز شد و عملیات فروغ جاویدان که توسط مجاهدین خلق طرح‌ریزی و اجرا شده بود عملاً شکست خورد. اعدام اعضای مجاهدین و همچنین طیف‌های گروه‌های چپ و کمونیست به حکم آیت الله خمینی در زندان‌های ایران از اوایل مرداد آغاز شد و کشتار زندانیان سیاسی که در سال 60 آغاز شده و به دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف شده بود از سر گرفته شد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران که دفتر آن در آمریکاست عقیده دارد آنچه اعدام‌های تابستان 1367 را از سرکوب‌های قبل و بعد از آن متمایز می‌کند، برنامه‌ریزی دقیق، اجرای سریع و بی‌رحمانه، دامنه وسیع و نیز کتمان و انکار است. درباره شمار قربانیان اعدام‌های تابستان 67 آمار دقیقی وجود ندارد. خب مختصری بود از آنچه که در دهه 60 در ایران گذشت. اجازه بدید که همکارم ماندانا تدیان آنچه که شما بینندگان عزیز نوشته اید درباره موضوع امشب برای ما بخونن خواهش میکنم. حتما آقای فلاحتی. خب چند تا سوال مختلف از بینندگان پرسیدید نروتو با بحث امروز. اولین سوال این بوده که با اشاره به اینکه برخی نهادهای بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل میگویند اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 در ایران میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد، آیا با عفو بین‌الملل در این زمینه موافق هستید یا نه؟ که بسیاری از کسانی که نظر دادن گفتن که موافقن، مانند خسی از خاشاک، آرمان و مستانه که گفته موافقم چون هزاران نفر رو بدون محاکمه، بدون داشتن اجازه دفاع از خود در دادگاه‌های فرمایشی، بدون دلیل قانونی و فقط به دلیل عقاید اعدام کردند و بعد هم به خاک سپردند اونها رو به صورت دست جمعی. این چیزی نیست جز جنایت علیه بشریت. بعضی‌ها هم مثل سعید گفتن که موافق نیستن. سعید نوشته که تاکید می‌کنم که از جنبه انسانی با اعدام‌ها موافق نبوده و نیستم و اون رو محکوم می‌کنم، اما به هر موضوع باید در ظرف زمان و مکان خود نگاه کرد. در زمان جنگ شرایط دیگری بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم است، به خصوص اگر توجه کنیم که در آن زمان اکثریت کشورهای دنیا بر علیه جمهوری اسلامی به صدام کمک و از برخی جنایات مثل بمباران‌های شیمیایی انجام شده توسط عراق چشم‌پوشی می‌کردند. و سوال دیگری که از شما پرسیدیم این بوده که آیا جمهوری اسلامی برای حفظ حکومت نیازی به اعدام‌های گسترده سال‌های 60 و 67 داشت؟ که خب خیلی‌ها گفتن خیر، مثل محسن، لیلا، مصطفی و کیان. کیان نوشته که نه تنها نیازی به اعدام ها نبوده، بلکه باعث شد انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف کنه و جمهوری اسلامی ماهیت اصلی خودش رو نشون بده و چهره کریهی از خود در افکار عمومی جهانیان به نمایش بگذاره. اما بعضی هم که گفتن بله، مانند خسی از خاشاک که گفته حکومت های دیکتاتوری برای دوام نیاز به کشتن افراد ناموافق و ایجاد ترس در دل مردمشون دارن تا جرأت بیان نظر مخالف نداشته باشند. این حالت رو در تمام کشورهای دیکتاتوری می‌بینیم. در آلمان هیستلی
دوران لنین در روسیه، کره شمالی و غیره. سوالهای دیگری هم در فیسبوک روی خط مطرح کردیم که اگر علاقه داری میتونید بریم و در بحث شرکت کنین و البته نظرسنجی ما هم هستش که میتونین اونجا شرکت کنین. سوال این هستش که چه کسی رو بیشتر از همه مسئول کشتارهای دهه 60 میدونید؟ سپاسگزارم ازتون. تا چند دقیقه دیگه که باز تشریف بیارید و نظرات رو با آقای بینندگان عزیز برسید. مهمان امشب آقای مهدی اصلانی از شاهدان اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67، نویسنده کتاب کلاغ و گل سرخ، خاطرات مهدی اصلانی از سالهای زندان و بعد ماهای اعدام. آقای اصلانی درود بر شما. سلام میکنم به شما و همه هم میهنانم در هر کجای جهان، به ویژه در میهن غارت شدم ایران. آقای اصلانی اجازه بفرمایید که قبل از اینکه بنده پرسشامو با شما در میون بذارم یکی دو تلفن بگیریم که در ادامه در واقع نظر کتبی بینندگان ما باشد، پرسش هایی ممکن مطرح کنن، همینطور که نظراتشون به هر حال شما شنیدید و ممکن است نظری داشته باشید درباره اونها. بعد بازگردیم به سراغ شما. محمد رضا از ایران درود بر شما، بفرمایید. سلام. درود بر شما. من خواستم بگم که این کسایی که اعدام شدن در سال 67 کاملا عادلانه بوده. یعنی چی اعدام شدن؟ کسایی بودن که مثلا یه نفرشون 50 نفر ترور کرده بود، تو خیابون مردم رو به گلوله می‌بستن، بمب‌گذاری می‌کردن، مردمی که می‌رفتن راهپیمایی اینا می‌رفتن ترورش می‌کردن. یعنی اصلا کسی بی‌گناهی اعدام نشده. اتفاقا به نظر من بسیار کار خوبی کرد. خب شما خواهش من روی خط بمونید که اگر نظر مخالف شما باشه بتونید در پاسخ بدید و نظرات دیگری هست از جمله مهمان برنامه شاید پاسخ صحبت شما رو داشته باشن. روی خط بمونید. محمد رضا از بندر عباس از آلمان، شهناز درود بر شما، بفرمایید. با سلام به شما و همینطور با سلام به مهمان عزیز شما آقای مهدی اصلانی. درود بر شما، بفرمایید. من برخلاف این چیزی که الان این شنونده یا بیننده عزیزی که الان زنگ زدن، به نظر من احتیاجی به این که ثابت بشه و یا اینکه توضیح داده بشه نیست، چون به اندازه کافی ابعاد این جنایاتی که در دهه 60 توسط جمهوری اسلامی انجام گرفته الان خوشبختانه خیلی خیلی در سطح بین المللی مطرح شده و احتیاج به کتمان نیست و کسایی که این رو کتمان میکنن به درجاتی 100% منافعی در این دارن و قتل عامی که در دهه 60 و در واقع میشه گفت از 30 خرداد 60 به این ور در ایران اتفاق افتاد، به قدری ابعادش وسیعه که هیچ کدوم از کسایی که اون زمان خودشون در رأس دولت بودن، اون زمان خودشون به عنوان نخست وزیر و یا رئیس مجلس و یا کسای دیگه‌ای که بودن، الان انکار میکنن و اظهار بی اطلاعی میکنن. ما به عنوان کسایی که از اون دوران هستیم، به عنوان کسایی که این دوران رو کاملا به خاطر داریم و اتفاقا یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که نمیذاریم این دوران و این تاریخ جنایات جمهوری اسلامی رو بخوان کتمان بکنن و یا روشو بپوشونن. شما بستگانی دارید که اعدام شده باشه در دهه 60؟ بله، من از بستگان خیلی نزدیکم اعدام شدن، نه تنها یکی، چندین نفر. و جدا از بستگانم، چه اتهامی، چرا اعدام شد؟ به اتهام اینکه مخالف قوانین ضد انسانی و ضد بشری جمهوری اسلامی بودن، به خاطر اینکه کسایی هم بودن که واقعا تو مدرسه، من کسی رو میشناسم از نزدیک 16 سالش بود تو راه مدرسه. نه، بستگان شما، بستگان شما آیا مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی داشتن؟ به هیچ وجه مبارزه مسلحانه نمی کردن و اصلا اسلحه رو نمی شناختن کسایی که اعدام شدن. مال چه سازمانی بودن؟ وابسته چه سازمانی بودن؟ اون دوران با کمله بودن، با کمله حزب کمونیست ایران هنوز اصلا تشکیل نشده بود، جریانی بود که در کردستان بود و
در واقع خط مارکسیستی و این خط رو داشت، ولی به هیچ وجه اون دوره مسلح نبودن و اصلا کسایی بودن که در تهران بودن و اتفاقا جز چیزای مسلحان هم نبودن و اعدام شدن. و در واقع در نظام جمهوری اسلامی احتیاجی به هیچ در واقع جرمی نیست بدون این که اصلا محاکمه بشن. سپاسگزارم ازتون. میثم از بندرعباس، درود بر شما. تلفن زننده قبلی که رو خط الان تشریف دارن محمد رضا از ایران بودن، نمیدونم از کجای ایران، من اشتباه گفتم بندرعباس. خواهش می‌کنم میثم بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما و بینندگان برنامه شما. در ابتدا تشکر عرض می‌کنم به بازماندگان بیش از 120 هزار نفر که در مرداد سال 67 که به جرم آزادی‌خواهی به دار آویزان شدن و به دستور آن پیر مرد سفر کرده خودشان ظرف 48 ساعت این همه جوان و تاثیت ویژه دارن به آن پدر و مادر نوجوان 12 ساله. که به جرم خرید یک روزنامه مجاهد به 5 سال حبس محکوم شد و پس از تحمل 4 سال و 10 ماه به خاطر 2 ماه این نوجوان بدون دادگاه و داشتن وکیل مدافع به دار آویختند. شما این آمار 120 هزار نفر رو چقدر دقیق میفرمایید؟ بله، اون زمانی که ما به اسرائیلیم از 35 سالم بود. البته من خیلی خوب دقیق و آمار دقیق دارم، هم به خرام که از کجا باید شما میگم که دارم از کجا. بله، بسیار خوب، سپاسگزارم ازتون، شبتون بخیر. آقای اصلانی، خواهش میکنم اگر ممکن است کوتاه در آغاز روایت خودتونو از آنچه شاهد بودید در سال 67. باز میگردیم به 30 سالگشت اعدام های سال 60 باز میگردیم، ولی آنچه به ویژه بیننده نخستی که تلفن زدن و صحبت کردن گفتن که این اعدام ها درست بوده است، من میخوام روایتتون شما خیلی کوتاه از سال 67 بفرمایید نخست، اگر پاسخی هم دارید خواهش میکنم. پاسخ من به دوستی که تلفن کرده بودن آن است که حتی خود سردمداران و دستکاران حکومت اسلامی هم این استدلال رو نکردن تا کنون که اینها ترور کرده بودن، بلکه در واقع این اتهام رو متوجه اعدام شدگان مجاهد میدونن که اونها میخواستن بعد از عملیات فروغ جاودان به مجاهدین بپیوندن و به این دلیل اعدام کردن اونها رو، که خب استدلال پلیدی خود این همه که زندانیه حکم گرفته خود همون نظام که بسیارشون هم حکمشون تموم شده بود اساساً چه ارتباطی میتونستن ارگانیک با نیروهایی که به مرزهای ایران حمله کرده بودن داشته باشن. لذا خب پاسخ من به اون استدلال دوستمون که اون گونه در ابتدا سخن گفتن این است. اما من لازمه اینجا یک روایت بسیار بسیار کوتاهی برای کسانی که در جریان نبودن بگم، وضعیت خودم رو به عنوان شاهد مشخص بکنم. در تاریخ 27 تیر ماه 67 ساعت 14 رادیوی دولتی ایران خبری رو اعلام کرد برای ما زندانیان که رادیو رو گوش میدادیم. اون این بود که آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت قطعنامه 598 رو در یک نامه به آقای خاویر پرزدوکویار دبیر کل وقت سازمان ملل اعلام کردند. 2 روز پس از این در تاریخ 29 آقای خمینی با در حقیقت صحه گذاشتن بر این پذیرش جام زهر معروف رو سر کشیدن و گفتن اگر من معامله‌ای داشتم با خدا معامله کردم. کسی که تا چند روز پیش میگفت اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم، این چنین با خفت و زاری به پذیرش قطعنامه تن دادن. بلا فاصله در روزهای آغازین مرداد ما سازمان مجاهدین خلق بر اساس تحلیلی که از اوضاع ایران داشت شرایط رو مناسب دونست برای ضربه نهایی رو وارد آوردن به رژیم و طی عملیاتی که موسوم بود به فروغ جاودان و حکومتیان اون رو مرصاد نام نهادن، عملیاتی رو شروع کردن، تمام نیروهاشون از سراسر جهان فراخوان دادن و اونها رو گسیل داشتن به داخل. پاسداران تحقیر شده در جنگ، کسانی که قرار بود نماز ظهر رو در کربلا و نماز عصر رو در قدس به جا بیارن،
با سبعیت تمام ظرف سه روز به اون ماجراجویی سیاسی پایان دادند و اون خودزنی سیاسی رو نقطه پایان برش گذاشتن. این عملیات آنچنان که خود حکومتیان و نیز سازمان مجاهدین مهر تأیید زده، دست کم بیش از 1000 نفر از نیروهای مجاهد رو در شهرهای غربی در کرمانشاه به دار آویختن، در همون خیابونها سوزوندن و تعداد کمی رو هم به اسارت گرفتن. خود این عملیات فروغ یا مرصاد بهانه ای شد و نه علت اصلی برای طرح از قبل آماده شده کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67. این برنامه برای حل معضل زندانی سیاسی رقم خورده بود. این حکم و فرمان مذهبی و تباهی جنایتکارانه که تماما بر مدار کینه میچرخید، به طور مستقیم از جانب بالاترین مقام مذهبی در حکومت اسلامی صادر شد. این نفرین نامه شاید در تاریخ معاصر خونین میهنمون یک حادثه بیبدیل در عرصه دگر کشکشی و مخالف کشی رو به نمایش گذاشت. آقای اصلانی شما در زندان که بودید، کسانی که اعدام شدن از همبندی های شما، اینها چند نفرشون مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران کرده بودن؟ حدودن ببینید، اساسا اون چیزی رو که دوستمون در ابتدا گفتن، در تابستان 67 ما با یک نوع همه کشی مواجه هستیم. یعنی تنها مجاهد نکشتن که بگیم مبارزه مسلحانه میکردن، بسیاری از نیروهایی که حتی هواداران نظام جمهوری اسلامی بودن در دوره طولانی، مثل هواداران از توده ایران و سازمان اکثریت، هم سهم خودشون رو از اعدام بردن. بنابراین من میتونم بگم در جایی که من قرار داشتم، در بندی که متعلق بود به بندهای چپ، کسانی اعدام شدن که ملی کشی داشتن میکردن، یعنی حکمشون تموم شده بود در همون نظام، اینها حکم گرفته بودن، حکمشون به پایان رسیده بود، شرایط مصاحبه و انزجار رو نمیپذیرفتن، باقی مونده بودن، این نزدیک بود که اینا آزاد بشن و اساسا در هیچ چرخه‌ای از مبارزه مسلحانه شرکت نداشتن، دخالت نداشتن و اساسا تمامی کسانی که مبارزه مسلحانه میکردن، چه از نیروهای مجاهد و چه از دیگر نیروها، اونا در قصابی سال 60 به تمامی سهم برده بودن از اعدام. سپاسگزارم ازتون. اجازه بفرمایید پژمان از ایران، قبل از اینکه پژمان صحبت کنه بذارید ببینم که اگر محمد رضا از ایران صحبتی داره در پاسخ آقای اصلانی، بفرمایید. ببینید، من جالب بود در فایی که شنیدم، نمیدونم چرا بعضی میخوان که واقعیت رو کتمان بکنن. ببینید، آنچه که عیان است شاهد به بیان است. ببینید، ما کتمان نکردیم که برخورد کردیم با این گروه تروریستی، ما به صراحت داریم میگیم با این گروه تروریستی که مردم بود در خیابان ترور میکرد برخورد کردیم. اون خانمی هم که صحبت کردن، ببینید در حرفاشون کامل تناقض بود. ایشون گفتن اقوام منو بیگناه اعدام کردن، ولی اقوام من جزء گروه کومله بودن. کومله همه میشناسن چیکار کردن. گروه کومله گروه تروریستی جدای طلب بود که مبارزه مسلحانه میکرد در کردستان و سپاه پاسداران به خوبی باشون برخورد کرد. الان ببینید شما دارید با من مجاهدین فرق صحبت میکنید، مجاهدینی که با دیکتاتور جنایتکاری مثل صدام مجاهدین نه، در زندان ها در سال 67 به ویژه فقط مجاهدین خلق نبودن، از زندانیان سازمان‌های سیاسی دیگر هم بودن و زندانیانی که اصولاً مستقل بودن و وابسته به سازمانی نبودن. هر کسی اعدام شد آقای بله بفرمایید محترم، هر کسی اعدام شد درست اعدام شد، یعنی فقط تروریست‌ها رو اعدام کردن. من الان که شما تو ایران نگاه کنید، ببینید شما چند سال از ایران خارجی، تو ایران بیاید ببینید همه دارن آزادانه هر چی دلشون می‌خواد میگن. ما در این زمان مجاهدین خلقی صحبت می‌کنیم که هیچ جایگاهی بین ملت ایران نداره. سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. اجازه بفرمایید که پژمان از ایران عرض کردم که قرار بود باهاتون صحبت کنیم. بفرمایید قبل از اینکه ایشون صحبت بفرمایید. بله جانم، درود بر شما. من درود میرسم خدمت شما آجام هوایی فلاحاتین. درود بر شما و مهمان گرامی برنامه چون جواب آقای اصلانی و کلی دستاندارکاران صدای امریکا. من خودم از دستگیر شدگان سال 67 بودم که در زندان وکیل‌آباد مشهد در اسارت به سر می بود. در اون سال در زندان مکرمات بندی است به نام بند 5، یعنی در اونجا سیاسی ها نگهداری می شن. موقع که ما وارد شدیم حلوش 700 خورده آمار این بند بود، هم از مجاهدین، شرکای فدایی،
نیروهای کلن نیروهای چپ و آزادخواه و از شبکه منفرد بودن. قسمتی داره اونجا به نام پشت پرده میگن که کسانی که میخوان احیانا ببرن برای شکنجه و یا اعدام میبردن پشت پرده. کسی که میبردن پشت پرده دیگه افراد داخلی خود بند پنج مجزا از کلی بندهای عادی است، یعنی فاصله داره کاملا. و زمانی که ما اونجا یه تعداد از افرادی رو که هر جرم سبک داشتن از بند تخلیه کردن، حالا ما نمیدونستیم که چه خبره، ما اطلاعی از کشتار جمعی نداشتیم. در زمان حدود 300 خورده از افرادی که جرم سبک داشتن از بند تخلیه کردن، موندیم ما آدهوش 400 خورده نفر موندیم داره بند. یه دفعه از یه تاریخ معینی شب یه تعدادی رو در بلنگو داخل بند میخوان که این تعداد اسامی که میخونن آماده باشن و سالشون جمع کنن بیان. هر شب حدود 17-18 نفر، حالا دقیق من خاطرم نیست، بین 15 نفر تا 20 نفر 22 نفر میخوندن و اینا رو با کلی و سالشون میبردن پشت پرده. و صبح زود احتمالاً یا دو تا اون تو مینیبوس بود یا یکی، حالا بستگی داشت به تعداد افرادی که می‌بردن. طبق برنامه تنظیم شده و از پیش تعیین شده این تعداد می‌بردن برای اعدام و ما دیگه اینا رو نمی‌دیدیم. جناب آقای طلعتی، بند یه شکلی شد. بله. بند به صورتی در اومد که به قول معروف علی موند حوزش. یعنی متاسفانه بگم یا خوشبختانه، من جز کسایی که لیاقت اعدام داشته باشم نبودم. چه مدت این برخوردهایی که میگید چه زمانی طول کشید؟ چند هفته؟ چند ماه؟ هولوش تقریبا ظرف 10 تا 15 روز کلن از اولین فراخانی که دادن برای اعدام کلن بیشتر طول نکشید. کلن بند دیگه میتونم بگم که تخلیه شد. شما چند سالتونه اگر ممکنه بفرمایید؟ شما میتونید من چند... الان اون زمان هولوش 28 سال سنم بود. سپاسگزارم ازتون، شب بخیر. اعدام ها خب چنان که در آغاز برنامه عرض کردم خدمتون، دو مرحله بسیار برجسته بوده است در تاریخ 32 سال گذشته، یکی در سال 67 و یکی 7 سال پیش از آن در تابستان 60. بسیار درباره اسدالله لاجوردی صحبت می شود که اون موقع دادستان تهران بود اگر اشتباه نکنم، و شخصیت شاید بارزترین شخصیت جمهوری اسلامی ایران در زندان‌های ایران بود و هر کسی که سراغ زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 رو می‌گرفت بلافاصله نام اسدالله لاجوردی مطرح می‌شد. گفته می‌شد که بسیار با سبوییت در زندان‌ها برخورد می‌کنه، ولی از آقای لاجوردی به ویژه بعد از اینکه ترور شد ایشون، در تلویزیون جمهوری اسلامی چنین یاد میشه. تازه اون امکانات والله شهید لاجوردی به من میگو، من اونجا در روز رفتم سخنرانی، میگو بیا رو نگاه کن، استخ ما درست کردیم، جکوزی درست کردیم برای همین مجاهدین. جوانی که 48 ترور داره الان تو جکوزی داره صفا میکنه. خب این روحانی چی بگم والله، اجازه بدید از خود آقای لاجوردی بشنویم قبل از ترورش. ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی دارن و با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنن. بنابراین در داخل زندان اوین بیشترین آمار از سازمان منافقینه و بعدم مارکسیست هایی که با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنن. اما من نکته اینجا باید بگم، بلخص در این جرایم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزهی برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن. ببینید از اعدام های دهه 60
عرض کردم تعداد مشخصی روشن نیست، اما آنچه که در صحبت آقای لاجوردی روشن بود این بود که یک، در زندان اوین ما این زندان رو اختصاص دادیم به کسایی که جنگ مسلحانه می کنند، و دو، وکیلی هم در کار نیست چون وکلا به گفته ایشون انگیزه ندارن برای اینکه دفاع بکنن. یعنی به صراحت گفته می شود که این اعدام ها در حقیقت بر اساس قانون بین الملل قانونی نبوده است، از حتی اگر بخوایم از دید قانون حاکم بر کشورهای موجود و به ویژه جمهوری اسلامی ایران حرکت کنیم. اجازه بدید که عرض بکنم که کسانی بودن همون موقع در حکومت که درباره وضعیت زندان ها در حتی قبل از سال 60، اعدام های سال 60 هشدار میدادن، کسانی که به طور مشخص ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری، نخستین رئیس جمهوری ایران بود که در سخنرانی علنیش در این باره صحبت کرد و جا دارد که بنده اگر که بعداً میخوام از آقای منتظری یاد بکنم، از آقای بنی صدر هم از این سخنرانیش یادی کرده باشیم. در قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشد، ممنوع نشد، ما شکنجهش میکنیم. خب رژیم سابق هم که همین حرف میزد. البته این صحبت منظور از شکنجه همون جکوزی هایی است که اون آقای روحانی در سیمای جمهوری اسلامی میگفت که دارن افراد مجاهدین در این جکوزی حال میکنن. متاسفانه این لفظ و بیان یک روحانی است در سیمای جمهوری اسلامی. آقای اصلانی عزیز، خواهش میکنم بفرمایید که قبل از اینکه برسیم به سال 67 دیگه، به سال 60 و ببندیم در واقع این موضوع رو، بفرمایید که در سال 60 مشخصا مسئولان اعدام هایی که معلوم نیست چه تعداد بودن و گورها معلوم نیست کجاست، حتی خاوران متعلق است به گفته می شود سال اعدامیان سال 67، مسئول این کشتارها کیست؟ مسئول و آمریت اصلی بی هیچ اما و اگری شخص آیت الله خمینیه. یعنی از فردای پشت بام مدرسه علوی یک خط خونین از این خمینیز وجود داره، یک ساخت وجود داره در این نظام که تا سال 67، یعنی در دهه اول انقلاب از 57 تا 67، تمامی جنایات بی هیچ اما و اگری آمریت اصلیش با شخص آیت الله خمینیه. ایشون بسیار بسیار آگاه بودن روی انتخاب هاشون. شما ببینید از فردای همون مدرسه علوی، انتخاب اول ایشون آقای صادق خلخالی هستند، انتخاب بعدیشون آقای لاجوردی هستند، در سال 67 انتخابشون آقای نیری هستند. یعنی سبعانه ترین انتخاب ها متعلق به خمینی بوده. یعنی در تاریخ سیاسی ایران شقیتر، بیرحمتر و خشنتر از آیت الله خمینی سیاست مدار نداشتیم و به واقع که دیانت ایشون این سیاستشون بوده بی هیچ اما اگری. و یک بار برای همیشه میبایستی که با این آرمان و با این دوران ودا کرد، دورانی که بسیاری بر طلایی بودن اون هنوز دارن اصرار میکنن. این آرمان و این دوران تمامی دستاوردش برای ایران گورستانه و از اون کهنه قبرستان هیچ طلایی در نمیاد و تنها و تنها استخوان هزاران جوانیه که بر خاک پشته های میهن اسلامی شیار شده. از همون سال 60 به این سو تماما اتفاقاتی که در ایران افتاده انگشت نشانه بی برو برگرد عامر اصلی آقای خمینی بودن. البته کسانی که به تمامی همکاری کردن با ایشون، تمامی که کسانی که عاملیت داشتن به جای خودش سهم بردن از اون جنایت، ولی نفر اصلی بی هیچ اما اگری آقای سپاسگزارم ازتون. اجازه بدید هومن از تهران، درود بر شما، بفرمایید. جانم بفرمایید. الو جانم. درود بر شما. من می‌خواستم این بحث رو مطرح بکنم که بحثی که ما داریم الان می‌کنیم، خب حالا با توجه به اینکه از تاریخ میشه عبرت گرفت و این بحثی که مربوط به 30 سال پیش هست، عبرتی که ما میتونیم الان بگیریم اینه که خب این بحث خیلی جهانی هست. ما همین الان لیست 54 تا زن رو داریم لیست اعدام آمریکا هستن، یا غیر از اون الان داریم، خب این خودش یه نفس‌کشیه. غیر از اون مثلا بحث نفس‌کشی زنده‌ای که داخل عراق، افغانستان یا فلسطین مطرح هست، اینا خودشون همشون نفس‌کشیه. چی نفس‌کشیه؟ من میگم این بحث مهمه. چی نفس‌کشیه؟ اعدام 54 نفر نفس‌کشیه فرمودین؟ مثلا
بله 54 تا زن الان تو لیست اعدامای آمریکا هستن. خب این میفرمایید نسکش. خب بفرمایید خواهش میکنم. بعد مثلا شما فکر کنید که توی کشوری مثل افغانستان که تا بحث مثلا بیرون رفتن نیروهای آمریکا خب بعد نتیجه بگیریم نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم کلی کشته میشه. نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم چیست دوست عزیز؟ این اخبار رو همه می‌دونن. من نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم اینه که الان به نظر من مهمترین کار اینه که ما بیایم از گذشته عبرت بگیریم و ببینیم که الان اون بلایی که گذشته سرمون اومده حالا تو ایران داره تو جهان دوباره سرمون میاد. تو ایران بحثمون درباره اعدام‌های بحث ما دوست عزیز درباره اعدام‌های سال 60 دهه 60 وقتم نداریم. شب شما بخیر. اجازه بفرمایید. حامد از شیراز درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. خوبی هستی؟ ممنونم. بفرمایید خواهش من فرصت کم داریم. خسته نباشید. من می‌خواستم یه صحبت بکنم. من می‌خواستم اینو عرض بکنم خدمتتون که مردم ما یه مش آدمایی هستن. چند نظر سیاسی به نظر من فرق دارن. مثلا در سال 67 کسایی مثل آقای موسوی که خودشون شاهد این جنایات بودن ولی دم نزدن اون موقع، این زمان خودشون شاهد و ناظر اینجور جریانات بودن ولی خودشون دم نزدن. بازم ما بعد از 30 سال میان سال 88 از اینجور افراد حمایت میکنیم و بهشون دل میبندیم که به خاطر رسیدن به قدرت حاضرن خودشون نسل‌کشی کنن. بزن به نظر شما این از برای رسیدن به قدرت حاضرن خودشون نسل‌کشی کنن، منظورتون چیه؟ آره مگه سال 88 اینا نیومدن مردم ریختن تو خیابون که مردم جوانای مردم بکشن؟ بسیار خوب، سپاسگزارم ازتون، شبتون بخیر. من فقط برای یادآوری عرض بکنم که فرصتی نداریم بخوایم برگردیم به این موضوع ها، فقط بگم که آنچه ما تنها چیزی که داریم از آقای موسوی، میرحسین موسوی، چیزی است که یک وبسایتی منتشر کرده است به نام خودنویس که نوشته یک سال پیش در چنین روزهایی میرحسین موسوی به مناسبت 15 شعبان میزبان اعضای یکی از ستادهای تبلیغاتی بود و از او سوال میکنن درباره اعدامای سال 60 و آقای موسوی میگه در شرایط حساس و تاریخی کنونی من نمیخوام درباره این موضوع، نمیخواستم درباره این موضوع صحبت کنم، این تنها در شرایط کنونی باید صرف آگاهسازی توده ها و اقشار مختلف مردم نسبت به وضعیت و سیاست های نامناسب و خطرناک کنونی بشود. ایشون بعد گفتن که لفظ اعدام های دهه 60 اصلا درست نیست چون در سال 60 اصلا اعدامی نبوده است و فقط سال 57 و 58 سال های پیروزی انقلاب بوده است و بعد هم سال 67 و بعد از اعدام های سال 67 به عنوان جنایت یاد کردند و گفتند که به هیچ وجه حقیقت این است که نبنده نه هیچ کدام از سران وقت قوا از این ماجرا خبر نداشتند. اجازه بدید درباره سال 67 ما برخورد صحبت آقای آیت الله منتظری رو، حسین علی منتظری رو بشنویم و ببینیم گفتگوی تصویری است که با رادیو زمانه ایشون درست بعد از کشتارها انجام دادند و ما از رادیو زمانه متشکریم که اجازه پخش اینو به ما هم دادند و ببینیم حداقل یک دقیقه دو دقیقه از این رو. من نامه مرحوم امام رشد خوندم، تاریخ هم نداشت ظاهرا نامه، من خیلی ناراحت شدم و اینجا اسد هادی داماد امام اینجا بود، گفت خب حالا من امام چیزی نوشتم شما رو حرف ایشون صلاح نیست چیزی بگید. من گفتم آخه چطور صلاح نیست؟ یه آدمی که 2 سال 3 سال زندان بهش دادم، حالا هست بالاخره قاضی تشخیص داده 2 سال یا 3 سال زندان بهش دادم، حالا اینو ما فوری بیار بگم تو سر موزهی میگه بیم بدن تقری ادامش کن. آخه این مسابقه هیچ میزان جوی نیست، بالاخره همون نامه که در خاطرات هست میگه من اعتراض. خب آقای منتظری اشاره دارن به خاطراتشون که شاید کتاب خاطرات ایشون رو دیده باشید و در واقع مصاحبه‌ای که ایشون میکنن با رادیو زمانه درباره خاطراتشون و آماری که میدن در همین کتاب خاطراتشون از اعدام شدگان سال 67 بیش از 3500 نفر است که ایشون اعتراض کردن و خب باعث شد که ایشون رو از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی کنار بگذارن. ماندانا تدویان عزیز در استودیوست با نوشته های شما بر وبسایت و وبلاگ و ایمیل و
فیسبوک برنامه خواهش میکنم. حتما. خب یکی از سوالهای دیگری که در این بخش از بینندگان پرسیدیم این بوده که با توجه به اینکه در برخورد با اعدامهای دهه 60 در ایران اقدام بین‌المللی صورت نگرفته، آیا حکومت ایران در صورت مشاهده خود در بحران بازداشت و اعدام گسترده زندانیان سیاسی رو ممکن است که تکرار کنه؟ خیلی ها گفتن که این رژیم به دلیل دیکتاتوری بودن و برای حفظ بقاش هر کاری انجام میده، از جمله پژمان، امین، رکسانا، ایمان و رضا و سپندها. سپندها نوشته که جمهوری اسلامی ایران نشون داده که نه تنها از کشت و کشتار غیر علنی مردم ابایی نداشته، بلکه این کشت و کشتار رو به اوج خود رسونده و حتی برای خرابکاری و کشتار مردم دیگر کشورها هم سربازان گمنام اعزام میکنه. این نشان دهنده اون است که در صورت بحران آمار کشت و کشتار از تمامی کشورهای بحران زده فجیع تر خواهد بود. اما خب بعضی دیگر هم نظر برعکسی دارن. مانند شهرام که نوشته این بار مانند این هست که گور خودشون رو کنده باشن، این دفعه مانند زمان جنگ نیست و رسانه‌ها برای پوشش چنین اخباری بسیار دقیق هستند. یا علی که اون هم به دنیای ارتباطات اشاره کرده و نوشته دنیا تغییر کرده، یوتیوب و رسانه هست و این بار همه جهان متوجه میشن. و اما در آخر میخواستم یک اشاره کوتاهی داشته باشم به نظرخواهی که انجام دادیم. از شما پرسیدیم که شما بیشتر چه کسی رو مسئول کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 میدونید؟ تقریبا 80% کسانی که نظر دادن همه مسئولان رو مقصر دونستن، 15% آمران و عاملان اعدام ها رو، یکی از گزینه ها رهبران سازمان های سیاسی مخالف دولت بوده که کسی اون رو انتخاب نکرده، و یکی از گزینه هایی که توسط خود بیننده ها اضافه شده آقای خمینی بوده که 5% اون رو انتخاب کردن. و کوروش از تهران هم نوشته که مسئول اصلی قتل عام سال 67 که در نوع خود یک نسل‌کشی به حساب میاد، رهبر وقت جمهوری اسلامی یعنی آقای خمینی است، که در واقع فکر کنم یک هم نظری هست با مهمان برنامه‌مون آقای فلاحتی. سپاسگزارم از ماندانا تدیان. آقای اصلانی، فرصت کوتاه است، من یکی دو پرسش دارم که داستان خاوران اصلا چگونه کشف شد و چرا انقدر اهمیت داره؟ بعد از اون که به واقع اعدام ها اتفاق افتاد و چپکشی از هفته اول شهریور ماه به اصطلاح کلید خورد در زندان های سراسری و دو زندان اوین و گوهردش، خانواده ها که ملاقات ها قطع شده بود به همه جا مراجعه میکردن. در یکی از اون شب های در حقیقت شهریور 67، یکی از باران های موسمی، چون اینها عملیات ضربتی بود، گورها عمق کافی نداشت و اینا خب دست جمعی توی گورها ریخته بودن، خاک های سطحی رو میشوره و ساکنین اون دور و بر میبینن که سگ های خیلی فراوانی او میکنن و خب خانواده ها با مراجعه به جاهای مختلف از پزشکی قانونی، دادگستری و جاهای هیچ مقامی در حقیقت پاسخگو نمیدید، خودش رو اصلا پاسخی نداشتن. بعد خانواده ها به خاوران ریختن، اونجا تجمع کردن، با خراشه ناخن و کندن گورها جنازه هایی رو کشف کردن و همونجا در حقیقت این رو به عنوان یه سند پربها تا به امروز نگه داشتن. خاوران جدای از این که یک یعنی هویت یک گورستان عادی رو نداره، اونجا نشان از گور جمعی، گور جمعی به واقع در تمامی آیین ها نشانه زیر گرفتن کرامت انسانیه. بعد از افتادن و زمینگیر شدن تمامی حکومت های توتالیتر، یکی از جاهایی که مورد توجه مجامع جهانی قرار میگیره همونا کشف گورهای جمعیه که بعد از حکومت ها معمولا میرن سراغش. سپاسگزارم ازتون. آقای اصلانی اجازه بفرمایید با یک دقیقه وقت بدیم به امیر از تهران و بعد بازگردیم به شما وقت داشته باشیم. درود بر شما امیر، بفرمایید. شرف لطفی، خسته نباشید. من با توجه به اینکه وقت ضیقه، من خیلی وقت نمیگیرم، فقط استدعایی که الو جانم میاد صداتون، بفرمایید. بله، استدعایی که از حضرت عالی دارم، خیلی من خلاصه خدمتتون عرض میکنم. سیصد صحبت های هم مخالفینی داشته باشین هم موافقین رو، جناب اصلانی خب بسیار عالی، حقشون میدونی که رسلا مطالبشون رو بگن، ولی من استدعایی که از جناب اصلانی دارم اینه که یه مقدار مستند صحبت بکنن، یه مقدار با دلیل و برهان داشته باشن. ببینید، گروه مجاهدین ما این اعتقاد داریم که بالاخره کسانی بودن که خودشون علنی اعلام کردن که آقا جون هفته تیر انفجار حزب جمهوری اسلامی رو ما کردیم.
8 شهریور نخست‌وزیری رو ما کردیم. خب بسیار متاسفانه وقت نداریم. ببینید بسیار خوب، ما خواهیم پرداخت به این موضوع. من آغاز برنامه هم عرض کردم که چقدر این اعدام ها شرعاً و قانوناً درست بوده است. مجازات در برابر هر چیزی باید یک روال قانونی و حالا در جمهوری اسلامی ایران حکومت ایدئولوژیک ایران روال شرعی داشته باشه. آقای اصلانی اگر 10 ثانیه به شما فرصت بدم چیزی دارید بگید در پایان؟ هیچ کدوم از زندانیان اعدام شده در تابستان 67 مرتکب هیچ عمل جدیدی نشده بودند. اونها قبلا محاکمه شده بودند و حکم داشتن. زندانی حکمدار رو اعدام کردن. اساساً شناعت در همینه. های مهدی اصلانی درود بر شما، شبتون بخیر و شب و روزگار شما هم خوش. فردا شب به سالگشت کودتای 28 مرداد میپردازیم. 58 مین سالگشت کودتای 28 مرداد است. شب و روزگار خوش.